یک اندیشکده مهمی در واشنگتن به اسم مرکز ارزیابی های راهبردی و بودجه یک اپلیکیشن و مدل تقریبا میشه گفت بی سابقه ای ساخته به صورت کامپیوتری که ارزیابی میکنه که آیا چین در یک بازی زمانی مشخص، دولت چین و ارتش چین چه مقدار منابع مالی و غیر مالی برای چه مقدار بازسازی و نوسازی ارتش چین داره. و بر اساس این اپلیکیشن جدید این مرکز میگه که تا 10 سال پیش رو چین 5 تا ناو هواپیما برخواهد داشت، در حال حاضر 3 تا ناو هواپیما برداره که البته آخریش فوجیان هنوز به طور کامل عملیاتی نشده. علاوه بر اون میترا 419 فروند کشتی نظامی یا جنگی خواهد داشت که از این میزان 60 تاش ناو شکن و ناو خواهند بود، 28 تا هم زیردریایی اتمی میتونه داشته باشه، در مجموع 77 زیردریایی اتمی که احتمالاً تا سال 2031 میتونه تولید بکنه و داشته باشه. این رو مثال بزنم که ارتش آمریکا الان بر اساس منابع اطلاعاتی عمومی که در اختیار همگان هست 72 زیردریایی داره که البته همه اونها اتمی هستن. در ضمن ارتش آمریکا 11 تا هم ناو هواپیما برداره که اگر چین تا بر اساس این مدل و اپلیکیشن همون مقدار ناو هواپیما بر که میخواد تولید بکنه به 5 تا میرسه. البته از نظر میزان کارایی و تولید و پیشرفتگی قابل مقایسه چندان هنوز با ناوگان ایالات متحده نیستن، به خصوص که الان همه اون 3 تا ناو هواپیما بر که در اختیار ارتش چین هست هیچ کدوم اتمی نیستن. البته وزارت دفاع چین، پنتاگون سال پیش گفته بود که چین صاحب بزرگترین ناوگان دریایی جهان از نظر عدد و رقم هست، ولی اینها یعنی به تعداد کشتی‌هایی که داره یا کشتی‌های نظامی که داره، بسیاری از این کشتی‌ها البته کشتی‌های کوچک هستند. ولی اگر یک جنگ احتمالی رخ بده، یعنی اگر چین برای کنترل تایوان دست به یک حمله نظامی بزنه، طبیعتاً ایالات متحده از نظر قدرت نظامی همچنان دست بالا رو داره، به اضافه اون که متحدان اون در منطقه حضور دارند. ولی آیا کافیه برای اینکه جلوی یک حمله گسترده به یک جزیره ای که فاصله چندانی با چین نداره رو بگیرن یا نه؟ این یک سوال اساسی هست و به همین دلیل همین مدل یا اپلیکیشنی که تولید شده میخواد کمک کنه به در واقع به آمریکا تا به یک ارزیابی برسه از اون چیزی که احتمالاً چین ممکنه در طول 10 سال پیش رو بشه تبدیل بشه. این رو هم مثال بزنم در مورد در واقع بودجه چین که ما همیشه باش با هزار تا اما اگر روبرو هستیم. خود دولت چین در سال پیش گفته بود که 212 میلیارد دلار بودجه دفاعی شه، ولی میدونیم که پنتاگون در سالهای پیش گفته بود بودجه‌ای که اعلام میشه دست کم 2 برابر 3 برابر در واقع بیشتر از اون چیزی است که دولت چین اعلام میکنه و دولت چین پنهانکاری میکنه در اعلام بودجه. البته دولت چین این موضوع رو رد میکنه. در ضمن از نظر پرسنل نظامی هم در این روند گسترده بازسازی و نوسازی ارتش چین پرسنل نظامی کاهش پیدا کردند. قبلا بیش از 1 میلیون نفر میدونیم 1.3 در مواقعی حتی بیشتر تعداد قابل توجهی پرسنل داشت که الان به کمتر از 1 میلیون نفر رسیده.